تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآنیم، از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 28 سوره صف رسیدیم. آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه ما تفسیر داریم. آیه 6 از سوره صف بشنوید. و اذ قال عیسى بن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبید. یاد کن که حضرت عیسی ابن مریم گفت یا بنی اسرائیل، موسی میگفت یا قومه، حضرت عیسی میگه یا بنی اسرائیل. پیداست موسی خودش از بنی اسرائیل بود، به بنی اسرائیل میگفت یا قومه. عیسی از بنی اسرائیل نبود، برای میگه یا بنی اسرائیل. موسی میگفت یا قوم، ای قوم من، چون خود موسی هم جز اونا بود، از همون بنی اسرائیل. عیسی چون از بنی اسرائیل نبود نمیگفت یا قوم، میگفت یا بنی اسرائیل. حضرت عیسی گفت یا بنی اسرائیل، انی رسول الله الیکم، من فرستاده خداوند هستم به سوی شما، هم کتاب قبل از خودم رو تصدیق میکنم، مصدقا لما بین یدی من التورات، من کتاب توراتی که قبل از من حضرت موسی آورده اونو میپذیرم، ایمال تاریخ گذشته، نسبت به آینده و مبشرن به رسوله، شما رو بشارت میدم به پیغمبری که یعتی من بعدی، بعد از من پیغمبری میاد اسمه احمد، اسمش احمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فلما جاءهم بالبینات، اما همین که معجزات روشنی رو برش آوردن، گفتن این سحری آشکار است، قبول نکردن. خب ایشون میگه و از قال، آیاتی که اولش ازه یعنی یاد کن، یعنی این نبود فراموش بشه، یه خاطره مهمیه، خاطره مهم و به یاد موندنی، اینی که حضرت عیسی که آمد گفت من کتاب قبلی رو قبول دارم، کتاب بعدی هم قبول دارم، و مبشرن به رسول یأتی من بعدی است. حالا این تورات و انجیلی که فعلا دست یهودی ها و مسیحی هاست، این او تورات و انجیل اصلی نیست، بخشی از کلمات موسی و عیسی است که توسط شاگردانشون و حتی توسط کسانی که بعداً متولد شدن جمع آوری شده، مخلوطی است از کلماتی که عیسی و موسی علیه السلام گفتن و از نصیحت‌ها و تذکراتی که شاگردان اینا قاطیش کردن. در این حال در چند جای از، یعنی در سه مورد در انجیل یوحنا کلمه فالقلیت اومده. فالقلیت یعنی تسلی دهنده، که حضرت عیسی فرمود بعد از من کسی خواهد آمد تسلی دهنده هست، تا ابد با شما خواهد بود، یعنی اون دیگه پیغمبر بعد از اون دیگه نخواهد بود. باز میگه که درباره من شهادت خواهد داد، اون تسلی دهنده که بیاد او درباره من هم صحبت خواهد کرد. باز میگه که تا من نروم او تسلی دهنده نمیاد. حالا این فارغلیت در ترجمه قدیم بعضی از کتاب ها پیر کلوتیس به معنای احمد پسندیده است. اینو دیدن که این تطبیق میکنه با عقیده مسلمان ها که پیغمبر ما احمده، اینو پیر کلوتیس رو برداشتن پاراکتولوس گفتن، مثل که عذب یعنی گوارا، یه الف بزنید نمیشن عذاب، در فارسی میتونه مثلا بگیم لونگ یا بگیم لنگ یا بگیم لنگ، یعنی گاهی با یه زیر زبر پایین و بالا میشه. اینها کلمه پیرکلوتوس را به پاراکلوتوس ترجیح دادن که معناشو عوض کنه.
ما یه دلیلی داریم خیلی روشن برای که نام پیغمبر بوده، چونم نزنیم یه دلیل خیلی تو شفاف بگم. تو قرآن آیه‌ای داریم ظاهرا سوره اعرافه، میگه که یجدونه مکتوبا فی التورات و الانجیل، یا آیه قرآن این که خوندم، یعنی نام من مکتوبه در تورات انجیل. خب اگر واقعا نام پیغمبر نبود، می آمدن گفتن آقا این تورات اینم انجیل، بسم الله، این تورات اینم انجیل، دو تا کتاب کو؟ یک کلمه گفتن کو؟ دروغ میگی دیگه، هیچ خبری هم نبود، اسلام بسرش جمع میشد. این که یهودی ها به خصوص یهود بنی قریظه و نمیدونم بنی نذیر و بنی قینقا و یهود اهل خیبر و این که یهودی های همه جنگ کردن و تارمار شدن و مسیحی های همه جزیه دادن، این پیداست نام پیغمبر بوده. یه مثال بزنم، بنده میام به شما میگم نصف خونه شما مال منه، نصف منزل شما مال منه، نام منم تو سند خونه هست، شما هی اومدی دعوا را انداختی، راه پیمایی، هیاهو، جنگ، توطئه، شبنامه، روزنامه، هی همه رقم کار کردیم. مردم عاقل میگن چه؟ میگن آقا مگه ای شیخ نمیگه که نصف خونه شما مال منه، نام منم تو سند هست؟ خب سند بیار بگو نیست. ای که پول میدی میگه آقا ای پوله بگی چه نگو، جزیه بده. یا جنگ را میندازی، هر کی صحنه رو ببینه میگه ببین اینا راست میگه دا، چون معلومه نام ایشون تو سند هست. اگر نام ایشون تو سند نیست، سند رو بزن بودن ای سند، نامش نیست. آبرو پیغمبر رو میرختن، نه جنگی میشد نه جزیه‌ای، نه یهودی ها جنگ میکردن نه مسیحی ها جزیه میدادن. پیغمبر رو میگه بابا نام من تو سند هست، مکتوبن فی التورات و الانجیل، اینها جنگ ها کردن، جزیه ها دادن، سند رو پیش نکشیدن. از این معلوم میشه که بوده. دلیل ما اینه. حالا یاد کن حضرت عیسی را که گفت من مبشر هستم، بشارت میدم به پیغمبری که بعد از من بیاد اسمش احمده، ولی وقتی آمد قبول نکردن. خب پیغمبر دو تا اسم داشت از بچگی، یه اسم عبدالمطلب رو پیغمبر گذاشت محمد، یه اسم مادرش دوست گذاشت آمنه احمد. در روایت داریم که در زمین محمد است و در آسمان به نام احمد است، و سیره حلبی هم مشروحا نقل کرده. و ابو طالب هم که پدر علی و عموی پیغمبر بود، در اشعارش خیلی اسم احمد برده. حسان که از شاعرای بوده صدر اسلام، باز در شعراش اسم احمد رو آورده. خب انبیا مثل معلمین یک چند تا کلاس مونن، کلاس اول، کلاس دوم، هر معلمی تا میرسه به این که انسان به درجه دکترا میرسه که خودش میتونه از منابع استفاده کنه. این انبیا پشت سر هم مکمل هم دیگه بودن. حضرت عیسی مبشرن، هم مبشر بود هم مبشر. مبشر بود یعنی بشارت میداد به پیغمبر بعدی، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. خودش هم مبشر بود، یعنی خودش هم مورد بشارت بود، که در قرآن هم داریم که ما از کنم بود یبشره که به کلمت من اسمه المسیح، یعنی به تو بشارت میدیم که خدا بچه به تو میده به نام حضرت عیسی. یعنی خود عیسی مورد بشارت بود، بشارت داده شده بود به عیسی، به مادرش گفته بودن که خدا به تو بچه میده، خود عیسی مورد بشارت بود. آخه من که حامله بشم چجوری؟ من که شوهر نکردم. مریم گفت من که شوهر نکردم. چطور خدا بدون شوهر من بچه میده؟ گفت خدا اراده کرده بدون شوهر به تو بچه بده. یعنی خود عیسی با بشارت بود و حالا که به دنیا آمد بشارت داد به پیغمبر بعدی. یعنی هم مبشر بود، یعنی خودش مورد بشارت بود، هم بشارت دنده پیغمبر بعد. در دعوت هم به گذشته توجه کنیم. حضرت عیسی گفت گذشته را قبول دارم، مصدقن تورات قبلی را قبول دارم. هم به آینده توجه کنیم. ولی خب آدم وقتی لجوج شد، متاسفانه لجاجت مرض درد بی‌دواست. آدم وقتی لجباز شد، نه بشارتهای قبلی درش اثر داره، نه بشارتهای بعدی. و هر معجزه‌ای هم بیارن که ولما جاءهم بالبینات، بینه یعنی دلیل روشن معجزه،
نه بیانه، بل بیانات جمعه، چندین معجزه روشن آوردن و قالوا سحر مبین. اینا پس پیغمبر گفته بود، پیغمبر یعنی حضرت عیسی گفته بود بعد از من پیغمبری به نام محمد میاد. عیسی خبر داده بود، یک پیغمبر اسلام هم آمد معجزه هم آورد، اما زیر بار نرفتن. چرا؟ برای لجاجت، 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 لجاجت. خدایا تو به حق محمد آل محمد ما رو لجوج قرار نده، قلب سالم به ما بده، هر کجا منطق و استدلال بود، حرف عقلی بود، بپذیریم. خب آیه 6 از سوره صف تمام. السلام علیکم و رحمت الله.